ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين. طاقت شنیدنشو داری؟ آره. قول میدی مثل یه مرد که پیش خودت بمونه، به هیچ کس نگی، مثل یه راز. مطمئن باش تو یه راز دیگه هم پیش من داری. یا چه رازی؟ همین قضیه سیروس که بین من و تو بمونه. آه خب آره. ببین اشکان، هر آدمی ممکنه یه موقعی احساس خوشبختی نکنه. چطوری بگم؟ تو خودت یه مردی، اینو بهتر از من میدونی. یعنی احساس کنه که زندگیش اونی که میخواسته دیگه نیست. فکر کنم همه به همچین جایی برسن. آره خب خیلی هم ممکنه به این نتیجه برسن، خیلی هم ممکنه تن به این واقعیت بدن و به زندگیشون ادامه بدن، خیلی هم مثل من ممکنه تن به این واقعیت ندن. خب دنبال این باشن که دوباره خوشبختیشون رو به دست بیارن، در جای دیگه و با کس دیگه. منظورت چیه؟ من که نمیفهمم تو چی میگی. خب چطوری بگم اشکان، من یعنی من الان چطوری بهت بگم؟ خب الان حدود 3 ساله، آره 3 سال میشه که دوباره ازدواج کردم. البته مادرت نمیدونه، با همسر سابق سیروس. اشکان صاحب کن پسر، صاحب کن پسر، صاحب کن. تو که گفتی طاقت شنیدنشو داری پسر، این اتفاق ممکنه برای هر کسی بیفته، حتی تو. بذار برسونمت خونه یکی از رفقات. آخه صاحب کن دیگه.
مهران، معلومه تو کجایی؟ جای همیشگی. دفتر زنگ زدم نبودی، موبایلت هم که اصلا جواب نمیده. خب میخوای چیکار کنم؟ به خاطر این فاجعه خودم رو دار بزنم؟ ها؟ دیدین آقا جون، دیدین؟ بعدا شما به من میگین چرا با ایشون حرف نمیزنی؟ چرا شما دوتا تا چیزی میشه به هم میپرین؟ ها؟ این که رای زندگی نیست بابا. آخه حرف نمیزنه که آقا جون، یه ریز استنتاق میکنه. اینجا نبودی، اونجا نبودی، میخوای گزارش هر شب رو بهت بدم؟ عجب حرفی میزنی بزن. خب زنت غریبه که نیست، یه وقتایی دلش شور میزنه، یه وقتایی باید کار داره، بی خودی که دنبالت نمیگرده بابا. این حرفا رو به کی داری میزنین آقا جون؟ ایشون خونه رو با هتل عوضی گرفتن. خوب کاری میکنم، خونمه، هر جور دلم بخواد زندگی میکنم، مثل هتل، موتل یا هر کوفت دیگه که تو فکر میکنی. خوبه؟ مهران بیا، باید کار دارم. الان حوصله‌شو ندارم آقا جون. باشه یه وقت دیگه. مربوط به اشکانه، یه مشکلی براش پیش اومده. اشکان کار میکنه؟ چی کار داری میکنی؟ بلتی باز کن دیگونه احمق. نمیذارم با اینا خودتو بکشن. بدی زندگی من به تو رفتی نداره. اگه میخوای بمیری اون سیروس لعنتی بکشتت بهتر از اینه که یه گوشه مثل عملیا بمیری. بیا برو از خونه من بیرون. اون شوهر بیغیرتت هم خبر داره یا فقط عیششو میاره اینجا؟ منه تو به من برو بیرون. بدبخت بیچاره، هیچ کس دلش برات نسوخته، نه سیروس، نه مهران. فلان کن لعنتی. اونا هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنن. اون یکی از قبله داره پول در میاره، این یکی هم کار کاشته اینجا واسه عیش و چلچلی. دهنتو ببن. ببینم میدونه قرص میخوری؟ میدونه؟ میدونه؟ نمیدونه. میدونستم. خود به این از که یادم میره چقدر بدبختم. نمیتونم زندگی کنم. بزنه بزنه بدون اینا هم میتونی ادامه بدی، تو بدون این قرصای لعنتی هم میتونی زندگی کنی، میتونی تحمل کنی. تو خیلی قوی تر از این حرفای نسترم خودتو یادت رفته؟ آره فقط باید از شر این دوتا خلاص بشی. همین دیوونه، دیوونه. بس چی داره میگی؟ آره معلومه چی دارم میگم، حسابی بهش فکر کردم. اصلا تو باید بری، بری یه جای دور، یه جایی که دست هیچ کدومشون بهت نرسه. فقط باید اول جفتشون رو تیغ بزنی، اون وقت خلاص.
گیرم اشکان این پسره رو میشناخته. گم شدن اون که اصلا چه ربطی به اشکان داره؟ اگه ربطی نداره برای چی اشکان آشناییشو با اون هاشا کرد ها؟ برای چی در رفت؟ اصلا از کجا معلوم که اشکان اونو میشناخته؟ از اونجایی که خواهرش آدرس خونه ما رو داشت. من دوستای اشکان میشناسم. اون دوستی به این اسم نداره. عزیز من، شما خود اشکان رو نمیشناسی، چه برسه به دوستاش. این کلمات قصار خانم قاب کن، بزن به در و دیوار. مهران جان، با تحقیر کردن من، با کوچیک کردن من واقعیت عوض نمیشه. خیر، خیر. اون چیزی که تو واقعیت میدونی فقط یه مش توهماته. همین. الله اکبر. شما چتونه؟ عجیبه. قرار شما راجع به اشکان حرف بزنین، نه اینکه سنگ خودتونو به سینه بزنین. بیفایده است آقا جون. ما هیچ وقت نمیتونیم در هیچ موردی با هم حرف بزنیم. شب بخیر. پاشو. پاشو دخترم به مینا زنگ بزن. ببین اگه اشکان اونجاست من میخوام باش صحبت کنم. پاشو بابا. چشم آقا جون. مهران با تو بمون نیست. به محض اینکه زنش بو ببره ولت میکنه. اون زندگی شمای خانوادگیشو به خاطر تو به خطر نمیندازه. خودتو حرومش نکن. قبل اینکه اون بندازت دور تو بندازش دور. چرن نگو. من دوستش دارم. دیر یا زود باید ازش دل بکنی. اون به تو تعلق نداره، مال یه زندگی دیگه است. ببینم. نکنه میخوای تا آخر عمرت عروسک پشت پرده باقی بمونی. نسترم اگه بری منم باهات میام. خسته شدم از وقتی جدا شدم و برگشتم خونه. روزگارم سیاهه. شب و روز منم اون کامپیوتر لعنتی و تایپ نوشته های مردم. به مهران بگو سیروس بهت زنگ زده، یه پول قلمبه ازت خواسته تا برای همیشه ولتون کنه. اون قبلا از مهران خواسته بود اما مهران نتونست جور کنه. نه، این دفعه هر طوری از جورش میکنه، برای اینکه ترسیده پای جونش در میونه. نداره. خیلی ساده ای. اون گفت تو هم باور کردی. میدونم. اون همینطور که تو این زندگیشو از زنش مخفی کرده، هزار تا چیزم از تو پنهون میکنه. من هیچ وقت این کارو نمیکنم. دست از سرم بردار. باشه، میتونی بمونی و شریک جرم مهران بشی. البته تو قتل، قتلی که سیروس کرده. دیوونه. گذشتتو که باختی، لااقل آیندتو نجات بده. اگه شما هم خبری داشتین یه زنگی به من بزنید. ممنونم. خدافظ. آقا جون خونه مینام نرفته. چیکار کنم دیگه؟ خیلی خوب، نگرانی نداریم. حتما رفته پیش یکی از دوستاش. من خودم فردا میرم پیداش میکنم و باهاش صحبت میکنم. خب اگه هیچ خبری نشد چی؟ ناراحت نباش. بله. سلام خانم، شبتون بخیر. از اداره آگاهی مزاحمتون میشیم. لطفاً چند لحظه بیاین دم در. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ در مورد آقای اشکان صدیقه. اشکان چه بلایی سرش اومده؟ چیزی نیست خانم، فقط می‌خواستم سوالاتی در مورد ایشون بپرسم. چشم، همین الان میام دم در. چی شده دختر؟ آقا جون از آگاهی اومدن سراغ اشکانو میگیرم. اصلا ناراحت نباشم، من خودم میرم ببینم چی شد. مهران
مهران، مهران چیه؟ چرا اینقدر داد میزنی؟ از آگاهی اومدن سراغ اشکانو میگیرن. آگاهی؟ خیلی خوب، الان لباس میپوشم میام. بیا. سلام پدر جان. علیک سلام. شبتون بخیر. شبتون بخیر باشه. سرگرد جلالی هم از دایره جنایی. امرتون رو بفرمایید. چی شده؟ سرگرد دخترم. بلای سر اشکان اومده؟ اجازه بده دخترم. موضوع چیه جناب سرگرد؟ با اشکان صدیق چه نسبتی داری؟ پسر منه. نوام. اینجا زندگی میکنه؟ بله. بله. مگه چی کار کرده؟ جناب سربان؟ سرکار، چشم قربان. ناصر؟ تو اینجا چی کار میکنی پسر؟ اصلا معلوم اینجا چه خبره؟ برادر این خانم حمید قاسمی به قتل رسیده. ظاهرا مقتول با پسر شما آشنایی داشته. ما باید از اون سوالاتی رو بپرسیم. منزل هستن؟ بخیر. طبق این مجوز ما باید خونه رو بگردیم. جناب سربان؟ بله جناب سربان. بله. مینا، اشکان اونجاست؟ نه، اینجا نیومده، قهر کرده. خیلی خوب، اگه اومد یا بهت زنگ زد بهش بگو نه اونجا نه دوربر خونمون آفتابی نشه، فهمیدی؟ چرا؟ مگه چی شده؟ پلیس اومده دنبالش. پلیس؟ پلیس برای چی؟ هیچی، یکی از دوستاش کشته شده، میخوان سینجیمش کنن. البته ربطی به اون نداره، حوصله گرفتاری ندارم. بهش بگو یه چند وقتی این طرف ها آفتابی نشه، فهمیدی؟ یعنی میخوان اشکانو؟ الان نمیتونم حرف بزنم، جای نگرانی نیست. مینا کی بود مادر؟ چرا حرف نمیزنی؟ من که دق کردم. پدر اشکان بود، گفت یکی از دوستاش کشته شده. کشته شده؟ میخوان از دوستاش بازجویی کنن. دنبال اشکانن؟ خدا به خیر بگذارونه. تسلیت خیلی کمه، ولی واقعا متاسفم. انشالله خدا بهت صبر بده. من اشکانو خوب میشناسم، دوستاشو از خانوادش بیشتر دوست داره. اون اگه چیزی میدونست مطمئنم هیچ وقت نمیذاش که. این چه وضعی آقا؟ اینجا چه خبره؟ ایشون پدر اشکان هستن پسرم. ما تو در همسایه آبرو داریم آقا، جلوی در همسایه با این وضع ریختید اینجا. آخه برای چی؟ دنبال چی میگردید؟ پسرتون کجاست؟ چی کار کرده؟ جرمش چیه؟
برای بازجویی باید با ما بیان. آگاهی؟ آگاهی برای چی؟ یکی از دوستان پسرتون به قتل رسیده. خب به ما چه؟ اصلا به اشکان چه ربطی داره؟ عرض کردم باید به یک سری از سوالای ما جواب بدن. تو اینجا چه کار میکنی؟ این آتیش از گور تو بلند میشه نه؟ تو اینا رو کشاندی اینجا. مثل زالو چسبیدی به زندگی ما برای چی؟ این همه گیرت اومد کم بود؟ حالا میخوای آبروی حیثیتمون رو بگیری؟ کور خوندی آقا، کور خوندی. این آقا جون، این اون وارث وارسته مطهرتون نه؟ ببینی چطور داری با آبرومون بازی میکنه؟ این همه اعتماد و اعتباری که لیاقتش نداشتی گرفتی، کتاب خنجر هم که گرفتی، حالا داری اینطوری جواب پس میدی. خوبه والا، خیلی خوبه. چاپ زرگت بالا گشتیم چیزی پیدا نکرد. پایینم بگردی. اطاعت قربان. آقا حق ندارید اینطوری پا تو حریم شخصی آدم ها بذارید. والا قانون این اجازه رو به شما نمیده. در بعضی مواقع قانون این اجازه رو به ما میده. اینم مجوز. کیف میکنی نه؟ از بدبختی ما داری لذت میبری دیگه. خوبه. بهتره بدونید در این مقطع فقط از پسرتون بازجویی میشه. اما اگر پنهون بشه و فرار بکنه جرمشو خیلی سنگین تر میکنه. متهم به قتل میشه. با این حرفا دارین کیو میترسونین آقا؟ این مملکت واسه خودش قانون داره عزیز من. اتفاقا من از قوانین این مملکت خیلی خوب اطلاع دارم جناب صدیق. آخه برای چی زندگی مردم زیر رو میکنی شما؟ برای خودتون و پسرتون مشکل درست نکنی. بگید پسرتون کجاست؟ با مادرش دعوا شده. قهر کرده یه چند روز با رفقاش رفته سفر. خب کجا؟ نمیدونم. چیزی نگفت. اصلا از این مفتش بپرسید. شاید ایشون بدونه. این روزا ایشون کاری جز دخالت تو امور زندگی ما نداشته. بپرسید ازش. اینا چیه که میگی پسر؟ این حرفا در شأن یک مرد نیست. آقا جون یه سری اتفاقاتی افتاده که شما خبر نداری. چی شده؟ اون شب بعد از اینکه من از شما خداحافظی کردم تو خیابون اصلی دو تا موتور سوار ساکمو زدن. اون کتاب و خنجرم تو ساک بود. پس بگو آقا تشریف آوردن بی ارزگیشون رو پای ما حساب کنن. خوبه؟ چرا به هم نگفتی؟ چرا راستشو به هم نگفتی ناصر؟ ترسیدم آقا جون. ترسیدم حال روزتون به هم بریزه. باید به هم میگفتی همه چیزو. جالبه این نمیتونه دو دستی کیفشو بچسبه؟ اون وقت شما کتاب و خنجر قیمتی رو سپردی به ایشون. این سرقت چه ربطی به کشته شدن دوست اشکان داره؟ جناب صدیق با مدارکی که ایشون پیدا کرده مقتول یکی از سارقین بوده. یعنی میدونسته که کتاب و خنجر تو ساکه. به احتمال قوی. پس کسی بهشون خبر داده؟ کسی که میدونسته من اونا رو به ناصر داده؟ آقا جون میذارید این پسر بی سرپا اتهام دستی به من بزنه؟ به من و خانوادم؟ اونم خانواده صدیق؟ چپ سرگور فکر میکنم خودش باشه. شاید. خوب گشتین؟ بله قربان. چیزی پیدا نکردی؟ تو حیات هم یه نگاه بندیسی. اطاعت سرکار با من بیاد. من از ایشون شاکیم. این بازی برات خیلی گرون تموم میشه. خیلی. خودتون کنترل کنی آقا. تو حالا هرچی دلتون خواسته گفتین و منم جوابی ندادم. نه به خاطر اینکه جوابی ندارم، نه، فقط به خاطر این بوده که همیشه به چشم برادر بزرگتر به شما نگاه میکردم. برادر من؟ من ازت حالم به هم بخوره مردی که برادر. این عکس پسرتونه؟ بله. شما با ما بیایید. شما هم تشریف بیارید. برای چی؟ توضیحات بیشتر و روشن شدن قضیه. بیرون منتظرتون هستم.
خودشه، گفتم زنگ میزنه. کی؟ سیروس دیگه. اوی مثل بچه آدم حرفاتو میزنی. یا بیا الو الو الو، که حرف نمیزنی؟ خب تو حرفاتو بزن، حرف نزنی، زود باش. الو سیروس، میدونم تویی. خیلی خوب، این بار تو گوش کن، من حرف میزنم. تو بردی؟ آره بردی. من دیگه خسته شدم از این وضعیت، خسته شدم از این قایم موشک بازی، از این زندگی قاچاقی. تو یه جور، مهرانم یه جور. ظاهراً از شر تو که خلاصی ندارم، از دست مهران میخوام راحت شم. میخوام ازش جدا شم. چرا؟ خب معلومه، برای اینکه فهمیدم پشیزی بسم ارزش قائل نیست. فهمیدم که حاضر من و زندگیم و همه چی رو حاشا کنه برای اینکه به اون زندگی نکبتیش لکه‌ای وارد نشه. حق با تو بود، اصلا ارزش این همه دوست داشتن رو نداشت. آدم بی‌لیاقت و بی‌جربزه‌ایه. ببین سیروس، اگه قول بدی دیگه کاری به کارم نداشته باشی و دست از سرم برداری، منم بهت قول میدم خیلی بیشتر از اون پولی که از مهران خواستی بهت میدم. میدونم بهش احتیاج داری. آره آدم کشتی، اگه پیدات کنن و بگیرنت سرت بالای داره. اینجوری هم تو به حقت میرسی هم من. ضمناً من فهمیدم چیزی تو چنگ مهرانه که خیلی بیشتر از اینا میارزه. خیلی راحت میتونم از حلقومش این پولو بکشم بیرون. اگه خواستی بهم زنگ بزن. سیروس، میخواستم بگم یا منم بکش یا ببخش. اگه بخشیدی دوباره بهم زنگ بزن، میخوام ببینمت. خداحافظ. عالی بود دختر، تو فوق‌العاده‌ای، چنان واسش بازی کردی منم باورم شد. بیا بریم یه قهوه بهت بدم تو عمرت نخورده باشی. دو شب پیش پسرتون کجا بوده؟ خب مثل همیشه مغازه، بعدش هم خونه دیگه. وقتی اومد خونه رفتارش عادی بود؟ یعنی نگران و پریشان نبود؟ نه نه. ولی پدرتون چیز دیگه ای میگه. میگه دو یا سه شب پیش وقتی به اتفاق شما اومد خونه عصبی بود، با مادرش دعوا شد و قهر کرد رفت خونه نامزدش. این یه چیز طبیعیه آقا. اشکان با مادرش نمیسازه، مدام با هم کلنجار میرن. خدمتتون عرض کردم که نمونش همین دیشب باز با هم بحثشون شد، اشکان گذاشت از خونه رفت. جوونا تو این سن و سال اصلا عصبی هستن. اینو پدر من که مال ده قرن پیشه که نمیتونه درک کنه. که توی این مدت منظم میرفته سر کار؟ خب بله. شما دو شب پیش کجا بودین؟ ببین آقا، این قضیه هیچ ربطی به من نداره. شما گفته چون اشکان دوست مقتوله من بیام اینجا حساب پس بدم، ولی اینطور که معلومه کم کم تمام اجداد من باید بیان حساب پس بدن. ناراحت نشین، این پرسجوها روال عادی کار ماست. بهتره با ما همکاری کنی. دو شب پیش کجا بودین؟ دو شب پیش و همه شبای دیگه بنده از دفتر میرم خونه. اون شبم چون اشکان موتورش خراب شده بود زنگ زدیم با هم هماهنگ کردیم، من رفتم دنبالش، از اونجا با هم رفتیم خونه. آدرس محل کار خودتون، پسرتون و منزل عروستون رو بنویسید. بعدش دیگه میتونم برم که؟ نه، شما با ما میایید. کجا؟ همین آدرسی که مینویسید.
جناب صدیق؟ بله. پسر شما از قیمتی بودن اون کتاب و خنجر خبر داشت؟ ببینید آقا، اشکان هر کاری بکنه دزدی نمیکنه. این بسلا اصلا به خانواده ما نمیچسبه. ولی از وجود اون کتاب خنجر تو ساک آقای تقوی فقط خانواده شما خبر داشتن. شما حق ندارین با خزعبلات این پسر روانی به من خانواده‌ام توهین بکنید آقا. من تا یاد دارم این کتاب خنجر توی خانواده ما بوده. تا حالا ندیدم و نشیدم کسی از کیسه خودش دزدی بکنه آقا. ولی اون دیگه تو کیسه شما نبود، تو کیسه آقای تقوی بود. من اصلا نمیتونم اینجا بایستم این توهین و تأخیر رو تحمل کنم. شما نمیتونین برین جناب صدیق. شکای مبتنی بر دلایل و مدارک موجودم به خودتون توهین تلقی نکنین. صحبت از یک دزدی ساده نیست، صحبت از یک جنایته. خون یک جوان ریخته شده و ما برای پیدا کردن قاتل باید تمام راه ها رو بریم. جناب صدیق، اگر شما پدر مقتول بودید و همین الان جنازه فرزندتون توی سردخونه پزشک قانونی بود، مسلما شما در کنار ما بودید، نه در مقابل ما. پس محبت کنید، با ما همکاری کنید. باشه باشه. آقا جون، حتما یه اشتباهی شده. اشکان آزارش به یه مورچه نمیرسه. معلومه دخترم، اونا هم یه همچی چیزی نگفتن. واسه این که به یه سرنخی برسن باید از دوستا و آشناهاش پرسجو کنن. من مطمئنم اشکان هیچ خلافی نکرده. اون اصلا روحش هم از این جریان خبر نداره. فقط دعوا و قهر و رفتن اشکان کارا رو خراب کرده. باید هرچه زودتر پیداش کنیم تا اونا فکر نکنن که گذاشته در رفته یا فرار کرده. این به ضررشه، کارشو سخت‌تر میکنه دخترم. آخه از کجا پیداش کنی؟ میبخشید از اینکه تا این وقت شب مزاحمتون شدم. کار دیگه با تون ندارم، شما میتونید برید. پس مهران چی؟ ایشون بعدن میاد. یعنی بازداشت شده؟ نه، هنوز کارون باهاشون تمام نشده، بعدن میاد. باهاش چی کار داری؟ نگران نباشید، برای تکمیل پرونده است. پرونده کی؟ پرونده قتل. خانم قاسمی، شما میتونید تشریف ببرید. جسدو کی میتونم تحویل بگیرم؟ یکی دو روز طول میکشه، باید مراحل قانونی طی بشه. ما باهاتون تماس میگیریم. جناب سروان؟ بله جناب سروان. میتونم برم؟ خواهش میکنم، بفرمایید. جناب صدیق، اگر ازش خبری شد فوری به ما اطلاع بدید. دنبالش بگردید، هر جوری شده پیداش بکنید. همون جوری که خدمتون عرض کردم، فرارش متهم بودنش رو تایید میکنم. میدونم جناب سرگرد، میدونم. این سویش رو گفتم خدمت شما. متشکرم. جناب صدیق، خواهش میکنم. جناب صدیق، بپرم. بپرم. جناب سروان چنگی. بله قربان. بفرمایید.
بفرمایید. ممنون، من خودم میرم. خانم قاسمی اجازه بدیم برسونیمتون. نه ممنون. دخترم این وقت شب صلاح نیست که تنها باشید. میخوام تنها باشم. تو این شرایط درست نیست تنها بمونی. حداقل بیای خونه ما. بفرما صبرتون. بفرما. بفرمایید آقا، بفرمایید. بفرم جان سلام. بفرم جان سلام. جناب صدیق، این مغازه پسرتونه؟ نه، اینجا رو براش اجاره کردم. امروز مغازش باز بوده؟ خب بله، از صبح باز بوده، از همینجا به من زنگ زده. معمولا شبا تو چه ساعتی کار میکنن؟ ده و نیم، تا هر وقت که میلش باشه. امروز یک سره باز بوده؟ نمیدونم، من رفته بودم چاپخونه. عذر میخوام، شما دنبال چی میگردین؟ توی خونه، مغازه؟ خب اگه چیزی هست بگید، من کمکتون کنم. کار ما مثل چیدن پازله، میگردیم یک قطعه رو پیدا میکنیم، ولی تا وقتی نذاشتیم کنار هم نمیدونیم چیه. اینجا فیلمی به تاریخ امروز کرایه یا پس داده نشده، ظاهراً مغازه بسته بوده. چون سر گفت همه جا رو گشتیم. چیزی پیدا کردین؟ نه قربان، فقط این کارتون مشکوک بود. فکر کنم غیر مجاز. جناب صدیق، اینجا دیگه کار ما تمومه. ببخشید. من بهتون گفتم آقا جون، گفتم من لیاقتشو ندارم، گفتم من شایستگی نگهداری از این امانتی ها رو ندارم. شما گوش ندادین آقا جون. کشته شدن این پسر کارو به اینجا کشوند. من شرمندم آقا جون. آقا جون، آب قند براتون آوردم، میخوری؟ آقا جون، تقصیر من نیست. من نمیخواستم پای پلیس به این ماجرا باز بشه. وقتی کیفمو زدن رفتم کلانتری، ولی آدرس اینجا رو بهشون ندادم. آقا جون، من قول میدم، قول میدم از زیر سنگم که شده این کتاب و خنجر براتون پیدا کن. خدایا، من که تو درگاه تو آبرویی نداشتم و ندارم. حالا با این امتحان تو مردم آبروی منم بردی. فقط از درگاهت، از جاه و جلالت تقاضا میکنم که با این امتحان نذار مردم دچار غیبت و تهمت بشه. Thank you.